سرخط خبرها. اختلاف بر سر آمار تلفات ویروس کرونا در قم. نماینده مجلس میگوید 50 نفر مردند. وزارت بهداشت تکذیب میکند. مسافری از قم تایید اولین مورد ابتلا به کرونا در افغانستان. در ولایت هرات نزدیک مرز ایران وضعیت اضطراری اعلام شد. تحلیف در برابر تحلیف. عبدالله عبدالله همزمان با اشرف غنی مراسم سوگند ریاست جمهوری برگزار میکند. و بارورسازی ابرها برای جلوگیری از سیل در اندونزی. سلام، عصرتون بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری. من رنا رایین‌پور هستم. در ایران وزارت بهداشت میگوید آمار جانباختگان ویروس کرونا به 12 نفر رسیده و شمار مبتلایان هم از 60 نفر فراتر رفته. پیشتر نماینده قم در مجلس گفته بود تنها در این شهر 50 نفر بر اثر ابتلا به این ویروس جانشان را از دست دادند. بسیاری از شهروندان حکومت را به مخفی کاری و تعلل در اطلاع رسانی درباره شیوع این ویروس متهم کردند، اما سخنگوی دولت گفته ایران نسبت به خیلی از کشورهای دیگر شفاف‌تر عمل کرده. باران عباسی گزارش می‌دهد. قم حرم حضرت معصومه، همچنان شلوغ در شهری که مرکز آلودگی به ویروس کرونا در ایران بوده. شمار جانباختگان و مبتلایان بیشتر شده. لذا مردم نگران نباشن، این باید مدیریت بشه. بینشان رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم. افرادی که پرخطرن. کسی که پیشتر گفته بود جای نگرانی نیست، اما حالا خود به قرنطینه رفته. دارن بیماری ریوی پیشرفته دارن. ما درجه حرارت بدن شما را بگیریم ولی الان نمیتونیم، دستام خراب منتظر. نماینده قم در مجلس میگوید خبر شیوع کرونا در این شهر دیر اعلام شد و مسئولان هنوز هم آمار واقعی جانباختگان را اعلام نمی‌کنند. به گفته احمد امیرآبادی فراهانی فقط در شهر قم حدود 50 نفر بر اثر ابتلا به کرونا فوت کردند. نمیخوایم دروغ بگیم، نه امکان دروغ گفتن. معاون وزیر بهداشت اما میگوید آمار از این کمتر است. من همینجا میگم که اگر تعداد فوت شده در قم به دلیل این بیماری نصف و یک چهارم این تعدادم باشه، من استعفا میدم. یعنی ما به آمارمون بسیار اطمینان داریم. امروز 5 اسفند 99. با بالا رفتن شمار قربانیان، نگرانی بین شهروندان. بعضی ترجیح دادن در خانه بمانند. ویروس کرونا مدرسه اصفهان تعطیل نشده امروز، ولی هیچ کدوم از بچه‌ها خانواده‌هاشون نذاشتن که بیان مدرسه. و الان به جز تعداد انگشت شماری تو مدرسه نیست. من نمیدونم این مسئولای اصفهانی کی میخوان جون بچهای اصفهانی رو جدی بگیرن. و بعضی رد پای کرونا را در شهرشان دنبال میکنند. کرونا وارد ساختمون شد. رفتم توی دارخونه شبانه روزیش، میگم ماسک میخوایم، میگه ندارم. میگم الکل بده، میگه ندارم. آقای خامنه ای، آقایون بزرگان اون بالا، ببینید مملکت رو به چه گندی کشیدیم. و بسیاری از نبود امکانات پیشگیرانه شکایت دارند. بعضی از پرستاران و پزشکان هم میگویند لباس‌های مخصوص و وسایل تست کرونا را ندارند. مسئولان اما میگویند این امکانات مورد نیاز همه نیست. اصلا عملیاتی نیست که توی بیمارستان مثلا در همه بخش‌ها خود پرسنل قبول نمی‌کنه. اون پوشیدن اون لباس کار ساده‌ای نیست که مردم عادی هیچ احتیاجی به ماسک ندارن. فقط مراقبین اونم با سطح بندی، یعنی کسانی که پرستار و پزشک و مراقبت میکنن از این بیمارا، یا کسانی که مثلا در خونه شون چون 80% این کیسا باید تو خونه مراقبت بشن، بستری نباید بشن. اگه کسی تو خونه داره از بیمار کرونایی یا آنفولانزایی مراقبت میکنه باید ماسک خاص بپوشه. یکی هم کسانی که علائم سندروم حاد تنفسی سرماخوردگی آبریزش و عرض شود خدمت عطسب و اینها رو دارن باید استفاده کنن. کرونا تا امروز در 7 شهر ایران دیده شده. بیشتر مبتلایان در قم. با این حال معاون وزیر بهداشت میگوید لازم نیست هیچ شهری قرنطینه شود. موافق نیستیم قرنطینه مال قبل جنگ جهانی اول، مال طاعون و وبا و اینجور چیز از خود چینی ها مرا از این قرنطینه ای که انجام شده خیلی راضی نیستن.
این در حالی است که چین با قرنطینه شهر ووهان در استان هوبی از انتشار گسترده این بیماری به دیگر نقاط کشور جلوگیری کرد. در ایران در شهرهای آلوده ضدعفونی وسایل نقلیه. تلاش دولت برای اطمینان دادن به شهروندان و همزمان تاکید بر شفافیت. مطمئن باشید هر تعداد افرادی که به رحمت خدا میرن و جانشون رو از دست میدن از هر نقطه‌ای باشه این بیان میشه. بسیاری از کشورها ما میدونیم به هیچ عنوان شفافیتشون اندازه ما نبوده. ما واقعا شفاف عمل کردیم توی زمینه. این سخنان چندان از نگرانی‌ها کم نکرده. در کشوری که بعد از چین بیشترین مرگ ناشی از کرونا را ثبت کرده، نگرانی از ابتلا به ویروس در کنار بی‌اعتمادی به کارآمدی حکومت در مقابله با آن. از چشم چهره‌های پنهان پشت ماسک‌ها ویروس مرگبار کرونا در همین نزدیکی است. باران عباسی، بی بی سی. پیشتر از بابک قرار مقدم پزشک مقیم تهران پرسیدیم با این تعداد جانباختگان ویروس کرونا در ایران آیا می شود نتیجه گرفت که تعداد مبتلایان بیش از 61 نفر است؟ در وقتی که در یک جامعه آماری بزرگتر صحبت می کنیم همون آمار 2-3% مرگ و میر معمولا باید باشه، ولی اول یک پیک که هنوز در حالت مخفی در جامعه هست بعید نیست که اول میزان مرگ و میر اعلام شده بالاتر باشه. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه هنوز آگاهی پرسنل پزشکی اینها و آگاهی همینطور مردم بالا نبوده، خیلی از موارد مراجعه نکردن، بنابراین میشه گفت که در فاز اول شروع بیماری ها اون آمار مثلا همون 2-3% بیشتر باشه. بعد که جمعیت بالا میره، الان در مثلا ما داریم در چین که صحبت میکنیم چند ده هزار نفر که میبینیم که مبتلا شدن، اون درصد بعدن عملا سیگنیفیکنتر و قابل قبولتر میشه و همون 2-3% میشه. به اضافه این که همونطور که در بیماری های دیگه مثل سارس، مثل مرز قبلا هم دیده شد، معمولا میزان مرگ و میر در کشورهای دیگر به نسبت اون کشور مبدأ، حالا مثل چین که قبلا، چون برای اینکه اونها آمادگی بیشتری داشتن، موارد بیشتری داشتن، اونها معمولا یه مقداری بالاتر. بابک قرای مقدم بود، پزشک از تهران. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که اولین فرد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور شناسایی شده. او از قم به هرات در غرب افغانستان برگشته و حالا در قرنطینه است. تشخیص این مورد و چند مورد مشکوک در این شهر بسیاری را نگران کرده. با اعلام وضعیت اضطراری در هرات و ممنوع شدن رفت و آمد، بسیاری در دو طرف مرز منتظر اجازه عبور هستند. در همین حال وزیر صحت عامه از شهروندان افغانستان خواسته از تماس مستقیم با کسانی که در یک ماه گذشته به ایران سفر کرده خودداری کنند. محمد قاضی‌زاده گزارش می‌دهد. کابوسی که به واقعیت پیوست. فضای شهر هرات غیر عادی به نظر نمی‌رسد، اما کمی دورتر در محلی که تا همین دیروز موترهای کلان باربری و مسافربری به سوی ایران حرکت می‌کرد، وضعیت فرق می‌کند. سراسیمگی بین کسانی که راهی ایران بودند اما نتوانستند بروند دیده می‌شود. در این میان کارگری که می‌گوید پروای کرونا ندارد، نه اینجا و نه در ایران، فقط دنبال لقمه نان است. نمیگم نگران نیستم، اما فکر نگرانی ما مثلا هیچ دردی را دوا نمیگنه، گشنگی ما را دوا نمیگنه مثلا. نگران از که مثلا مرض از آمده، مرگ هم از طرف خداوند است. این جاده به اسلام قلعه در مرز ایران منتهی میشه، مرزی که از صبح امروز رسما مسدود شد. جاده هنوز تا حد مزدحم به نظر میرسه، اما اینها موترهایی نیستند که به ایران بروند و یا از این کشور برگشته باشند. بازارها در غرب افغانستان مخصوصاً به شدت وابسته به ایران هستند. همچنین تصور میشه بسیاری از افغانهایی که به ایران رفت و آمد دارند، مخصوصاً در ولایات هم مرز با ایران، با مشکلات و دشواری های زیاد روبرو خواهند شد. مسدود شدن مرز اسلام قلعه واکنش های برانگیخته است. شماره خوشحالند که مرز بسته شده. برخی هم از این اقدام انتقاد میکنند.
مرزهای غیر رسمی بسیار زیادی با ایران وجود داره که دولت ایران میتونه که با باز کردن از او تمامی افراد از هر نقطه که بخواهند داخل افغانستان شوند. این یک گپ بسیار مشکل است و نظر ما ایست که اگر مرزهای رسمی باز باشه ولی کنترل دقیق صورت بگیره این بهتر خواهد بود و در غیر از او در مرزهای غیر رسمی این افراد وارد میشن و کنترل هم نمیشه و احتمال داره که مرض در افغانستان به شدت شروع پیدا بکنه. با آنکه کرونا نگرانی های جدی برانگیخته، اما دکتران میگویند این بیماری خیلی خطرناک نیست، اما مردم باید به شدت مواظب باشند و به توصیه های دکتران توجه کنند. محمد قاضی زاده، بی بی سی، هرات. دکتر قدیر قدیر، رئیس عمومی پالیسی و پلان وزارت صحت از کابل با ماست. آقای قدیر خوش آمدید به برنامه. اقدامات وزارت بهداشت افغانستان تا حالا چه بوده؟ سپاسگزار اساساً که در این برنامه ما را فرصت دادین، بسیار تشکر. اساساً وزارت صحت عامه افغانستان از یک ماه بعد سو از زمانی که واقعات کرونا ویروس کرونا در ووهان چین به وجود آمد آمادگی های لازم خود را داشت و تدابیر لازم را گرفت و مخصوصا ما در میدانهای هوایی در مرزها با کشورهای همسایه تیمای خود را ایجاد کردیم و اونجا مراکزی ایجاد شد که باید کسایی که از چین و از متعاقبا از ایران به افغانستان می آیند باید به صورت درست شناسایی شوند، سکرین شوند و بعد از سکرینینگ وارد کشور شوند. تقریبا یک ماه بدین سو رهبری وزارت صحت عامه با شمول وزیر صحت عامه، معین صبا، رؤسا همه و همه مصروف تدابیر جدی به خاطر آمادگی ها در برابر ویروس کرونا در افغانستان هستند. ما قبلا ساحاتی را در ولایات هممرز با کشورهای دیگه ولایات را در اونجا شفاخانه ها و بسترهای را اختصاص دادیم تا بتانیم کسایی که مشکوک هستن و یا مبتلا به مرض کرونا در اونجا قرنطین شوند و یا هم تحت تداوی قرار بگیرن. از او جمله اخیرا شما در جریان هستید که به اساس اعلامی که وزارت صحت عامه امروز از طریق وزیر صحت عامه کرد در رسانه ها ما سه کیس مشکوک را در هرات داشتیم صحیح. که متاسفانه از جمله سه واقعه یک واقعه مثبت تشخیص داده شد و این واقعه و زیر تداوی جدی قرار داره و فضل خداوند که وضعیت از این مریض هم تا هنوز خوب است. بسیار نگران مرزهای غیر رسمی با ایران هستند. درسته که مرزهای زمینی و هوایی با ایران بسته شده، اما چه تمهیداتی برای مرزهای غیر رسمی اندیشیدید؟ خب اساسا جلسات متعددی با رهبری حکومت در این راستا صورت گرفت. اخیرا وزارت صحت عامه همراه شورای محترم امنیت ملی افغانستان جلسه دیروز داشتند و در این راستا بحث‌های جدی داشتند. خب بحثی است که از یک طرف منافع و صحت کلی مردم افغانستان مطرح است و از جانب دیگر مسائل اقتصادی و مسائل رفت و برگشت افراد دو کشور میان دو کشور هست. خب این یک تدابیر وقایوی موقت است که به اساس لزوم دیدی وزارت صحت عامه و رهبری حکومت افغانستان گرفته شده، ولی این یک تدابیر موقت به خاطر وقایه و تأمین صحت شهروندان افغانستان است. با مجرد که وضعیت بهبود پیدا کنه دقیقاً چه تمهیداتیه؟ پیام شما را نگرفتم، اگر دوباره تکرار کنین. اگر که دقیقاً بگین که چه تصمیماتی گرفته شده برای مرزهای غیر رسمی. تدابیر ایست که تیمای ما در مرزها فعال هستند و وسایل و تجهیزات مجهز به خاطر سکرینینگ و شناسایی مریضا و کسایی که بین کشور دو کشور اساسا به افغانستان می آیند و تدابیر کاملا گرفته شده. ما به صورت 24 ساعته
کارمندای ما در مرزها وجود دارن و مریضا را شناسایی و تفکیک میکنن و در عین زمان در مراکز ولایات ما بخش‌های اختصاصی را هم برای تجرید و هم برای تداوی از این مریضا تشخیص دادیم، وسایل و تدابیر لازم را به صورت کل در مخصوصا در ولایات هرات گرفته شده و امیدوار هستیم که هموطنان محترم ما نگران نباشند. وزارت صحت عامه و تیمی وزارت صحت عامه شب و روز انشاءالله در خدمت قرار خواهند داشت تا با این ویروس در افغانستان مبارزه کنند. متشکرم دکتر قدیر قدیر، رئیس عمومی پالیسی و پلان وزارت صحت از کابل بود. در ایران سازمان هواشناسی هشدار داده یک سامانه بارشی قوی در روزهای اخیر به لرستان وارد شده که باعث می شود میزان بارش در شرق و جنوب شرق این استان به 200 میلیمتر برسد. این میزان از بارش های سیلاسای فروردین ماه بیشتر است. به گزارش خبرگزاری های ایران، دستگاه های امدادی و خدماتی به حالت آماده باش درآمدند. برای ساکنان حاشیه رودخانه کشکان به ویژه در بخش غربی شهر پلدختر هم هشدار صادر شده که محل سکونتشان را تخلیه کنند. هیئت دولت ایران دیروز علیرضا آوایی وزیر دادگستری را مسئول رسیدگی به افشاگری‌های نیلوفر بیانی درباره شکنجه و آزار جنسی در دوران بازداشتش کرد. خانم بیانی که فعال محیط زیست است به تازگی در نامه‌ای از آزار جنسی، دست کم 1200 ساعت بازجویی و سایر شکنجه‌هایی که در زندان علیهش اعمال شده پرده برداشت. انتشار این نامه واکنش‌های زیادی در پی داشت. دادستانی تهران اعلام کرد که هیئتی برای شنیدن توضیحات او به زندان رفته، اما به گفته دادستانی خانم بیانی حاضر به بیان هیچ گونه توضیحی در این باره نشده. دادگاه تجدید نظر نیلوفر بیانی او را به اتهام همکاری با آمریکا به 10 سال زندان محکوم کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز در میان استقبال بزرگ و چشمگیری که نارندرا مودی نخست وزیر هند برای او سازمان داده بود وارد این کشور شد. نخست وزیر هند گفته که این کشور یک دوست واقعی در کاخ سفید دارد. آقای ترامپ هم گفت که قرار است در این سفر قراردادهای بزرگ تسلیحاتی برای فروش به قول او کشنده ترین تسلیحات آمریکایی امضا شود. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. دونالد ترامپ امروز در استادیوم 110 هزار نفری بازی کریکت در احمد آباد در غرب هند در زادگاه نارندرا مودی نخست وزیر هند که برای استقبال از مهمانش سنگ تمام گذاشته است. گزارش شده از هند 10 میلیون دلار خرج سفر دو روزه مهمانش کرده است. امریکا کی اپنی یاتراؤں میں میں نے اس وشواس کو نخست وزیر هند اینجا گفت هند و آمریکا مشترکات زیادی دارند، از جمله ارزش‌هایی که با آن اعتقاد دارند. سفر رئیس جمهوری آمریکا و خانواده‌اش انعکاسی است از فصل تازه‌ای در روابط دو کشور. او گفت هند امروز دوستی واقعی در کاخ سفید دارد. دونالد ترامپ از تعلقات مشترک دو کشور گفت و از تلاش آمریکا برای مبارزه با تروریسم. او گفت به این دلیل و از هنگام شروع کارمان در آمریکا ما کارهای مثبتی با پاکستان انجام دادیم برای سرکوب سازمان‌های تروریستی و تندرو مسلح که در خاک پاکستان فعالیت دارند. استقبال بزرگ امروز پاسخی است به پذیرایی گرم آمریکا از نخست وزیر هند همین چند ماه پیش. گرمی روابط دو کشور حاکی از چرخش تازه است برای هر دو و به خصوص برای هند و همپیمان تازش در کاخ سفید. آقای ترامپ رو میزبانش امروز به دیری برد که زمانی محل اقامت مهاتما گاندی بود، بنیانگذار استقلال هند. هند همین سال گذشته 150مین سالگرد تولد گاندی را جشن گرفت. این پرچمدار مبارزه مسالمت‌آمیز و بدون خشونت، چیزی که حزب حاکم آقای مودی چندان علاقی به اشاره به آن ندارد. امروز آقای ترامپ و همسرش ملانیا از تاج محل هم دیدن کردند. این قصری که از سنگ مرمر ساخته شده، قصری که شاه جهان پادشاه وقت هند حدود 400 سال پیش آن را به عنوان آرامگاه عشق زندگیش ممتاز محل ساخت. اینجا اما آقای ترامپ در هندوستان به دنبال امضای قراردادی 2.5 میلیارد دلاری است برای فروش اسلحه، برای فروش به قول او کشنده ترین سلاح‌هایی که آمریکا تولید می‌کند. کسرا نجی، بی بی سی.
نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. اختلاف بر سر آمار تلفات ویروس کرونا در قم بالا گرفته. نماینده مجلس میگوید 50 نفر جان باختند. وزارت بهداشت هم گفته که شمار کل جان باختگان در کشور 12 نفر است. اولین مورد ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان تایید شد. مسافری که از قم به هرات برگشته بود. در ولایت هرات نزدیک مرز ایران وضعیت اضطراری اعلام شده. برنامه این برنامه. جنگ با سیل در اندونزی، باروری ابرها به کمک نمک. در افغانستان عبدالله عبدالله نامزدی که مدعی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری است، کمیسیون برگزاری مراسم تحلیف تشکیل داده. کمیسیون انتخابات افغانستان محمد اشرف غنی را پیروز انتخابات معرفی کرده، اما آقای عبدالله و تیمش این نتیجه را غیر قانونی دانستند. همزمان وزارت‌های داخله و دفاع افغانستان به هواداران نامزدهای معترض هشدار دادند از آنچه که غصب و تخریب ادارات دولتی خوانده شده خودداری کنند. هواداران آقای عبدالله در روزهای گذشته تلاش کردند والی‌های منصوب او را بر صندلی اداره‌های محلی چند ولایت بنشانند. همکارم فؤاد مسیحا اینجا در استودیو به ما پیوسته. فؤاد، به نظر میاد که گره ها همینطوری هی کورتر و کورتر میشه در انتخابات. چیزی که از شرایط امروز و دیروز افغانستان برداشت میشه این است که آقای عبدالله و هوادارانش همچنان بر ادعایشان مبنی بر این که در انتخابات تقلب شده و اونا پیروز اصلی انتخابات هستن پافشاری میکنن. آقای عبدالله در چند روز گذشته والی های برای چند ولایت منصوب کرده و هوادارا و طرفدارایش تلاش کردند که ایوالی ها وارد ادارات دولتی بکنن به زور. در جوزجان، در سرپل مثلا و امروز در بغلان یه اتفاق افتاد، تعدادی از هواداران آقای عبدالله یک والی منصوب رو وارد ولایت کردند. همزمان در تحول دیگه و چیزی که خیلی هم جالب است است که آقای عبدالله کمیسیون رو معرفی کرده برای برگزاری مراسم تحلیف. دیروز آقای اشرف غنی دقیقا همین کار کرده بود و هر دو نامزد هم و هر دو چهره سیاسی هم دقیقا یک روز یکسان برای برگزاری مراسم تحلیف، یعنی پنجشنبه که میآید در نظر گرفتن. اما از اون طرف با توجه به اقداماتی که هواداران آقای عبدالله کردند، نیروهای امنیتی و دفاعی در اعلامیه مشترک امروز به اونا هشدار دادند که تلاش برای وارد شدن به تأسیسات دولتی، جلوگیری از کار ادارات دولتی و تخریب و غصب ادارات خیانت ملی محسوب میشه و اگه اونا به این کار ادامه بدن با برخورد نیرو امنیتی مواجه میشن. بعضی از چهره‌های مطرح سیاست هم دست به میانجیگری زدن. در واقع میانجیگری از همون روز و از فردا اعلام نتایج انتخابات شروع شده بود. آقای خلیلزاد به کابل آمد و با چهره‌های مختلف سیاسی، چه آقای عبدالله و اشرف غنی و چه دیگر چهره‌های سیاسی دیدار کرد. دفتر یوناما از نامزدها خواست که مشکل را از راه سیاسی حل بکنن، نه از راه تظاهرات و زورآزمایی خیابانی. اما از دیروز و امروز دو چهره مطرح سیاسی افغانستان، عبدالرب رسول سیاف و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، که هر دو هم از نفوذ بسیار زیاد در بین سیاستمدار افغانستان و جامعه افغانستان برخوردار هستند، شروع کردن میانجیگری و دیدار با آقای اشرف غنی و آقای عبدالله و دیگه چهره‌های سیاسی. البته هنوز جزئیات زیاده از این دیدارها منتشر نشده، اما ارگ ریاست جمهوری گفته که در مورد اوضاع جاری سیاسی افغانستان صحبت کردیم. قصر سپیدار که محل استقرار آقای عبدالله است گفته که بر روی بحران ناشی از اعلام نتایج انتخابات صحبت کردن. متشکرم فؤاد مسیحا. جولیان آسانج، بنیانگذار سایت افشاگر ویکیلیکس، امروز در دادگاهی در لندن برای بررسی پرونده استردادش به آمریکا حاضر شد. آقای آسانج در آمریکا به اتهام توطئه برای هک کردن سیستم‌های کامپیوتری نظامی برای دستیابی به اطلاعات حساس تحت تعقیب است. او این اطلاعات را در سایتش منتشر کرده بود. آقای آسانج 7 سال در سفارت اکوادور در لندن ماند تا نتوانند او را به سوئد بازگردانند. او در سوئد با اتهام تجاوز جنسی روبرو بود، اما این اتهام سال گذشته لغو شد. حیوان حسینی گزارش می‌دهد. از انتشار این ویدیوها حدود 13 سال گذشته. اینجا بغداد است و کسانی که بدون استثنا گروهی را در خیابانی هدف قرار دادند سربازان آمریکایی هستند. آن پایین تعدادی از شهروندان از جمله خبرنگار رویترز و راننده‌اش
کشته شدند. وقتی گروهی آمدند که جنازه ها را از خیابان جمع کنند، ارتش آمریکا به آنها هم حمله کرد. همزمان با انتشار این ویدیوهای محرمانه ارتش آمریکا بود که جوانی موبور و قد بلند با لهجه تند استرالیایی در باشگاه رسانه‌های ملی آمریکا در برابر خبرنگاران حاضر شد و فاش کرد که او عامل انتشار این ویدیوها بوده. The military encrypted this so they could exchange this between themselves on unclassified networks. او خود را منتقد روش‌های ارتش آمریکا و اقدامات نظامی این کشور معرفی کرد. ناگهان تبدیل شد به یکی از مشهورترین چهره‌های رسانه‌ای جهان. جولیان آسانج و وبسایتی که به همراه گروهی دیگر راه انداخته بود به نام ویکی‌لیکس از اینجا تبدیل شدند به کلید واژه‌های انتشار محرمانه اسناد آمریکایی، اسنادی که در فاصله 4 سال جزئیات محرمانه بسیاری را درباره جنگ‌های آمریکا در عراق و افغانستان فاش کردند. از آن روزها حدود 1 دهه گذشته. آمریکا مدت هاست که در تلاش است تا آقای آسانج را به اتهام هک کردن اطلاعات محرمانش محاکمه کند. و اگر دستگاه قضایی بریتانیا استدلال های حقوقی طرف آمریکایی را بپذیرد، بعید نیست که این اتفاق دیر یا زود رخ دهد. در لندن و در برابر دادگاهی که کار بررسی پرونده را از امروز آغاز کرده، گروهی از طرفداران آقای آسانج جمع شدند. طرفدارانی که خواستار آزادی او و محاکمه جنایتکاران جنگی هستند. همزمان در استرالیا نیز تجمعی در حمایت از او برپا شد. ضمن اینکه حمایت‌ها به این تجمعات خیابانی محدود نشد و بسیاری از نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان‌های عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از دادگاه بریتانیایی خواستند تا در راستای حفاظت از آزادی بیان از استرداد جولیان آسانج به آمریکا خودداری کنند. پیش بینی می‌شود که بررسی پرونده استرداد آسانج و نتیجه‌گیری نهایی دادگاه چند هفته‌ای طول بکشد. کیوان حسینی، بی بی سی. اندونزی با کمک نمک به جنگ سیل می رود. این کشور جنوب شرق آسیا با پخش کردن نمک در ابرها تلاش می کند اونها رو بارور کند تا به جای خشکی بر دریا ببارند. اما این نگرانی هست که با این روش بارانهای اسیدی ببارد. گزارشی ببینیم در این باره. ابرهای پنبه‌ای در آسمان. اندونزی برای جلوگیری از سیل چندین تن نمک به آسمان می فرستند. به این کار بارورسازی ابرها میگویند، یعنی نمک را در ابرهای طوفانزا رها میکنند. ذرات نمک رطوبت ابر را جذب میکنند و به قطره تبدیلش میکنند. قطره ها با هم جمع میشوند، سنگین تر میشوند و باران میبارد. اگر ابرهای طوفانزا همه بارانشان را در دریا بریزند، احتمال سیل در مناطق مسکونی پرجمعیت کم میشود. اما آیا این حجم از نمک باعث بارانهای اسیدی نمی شود؟ ممکن است و دانشمندان هنوز تایید نکردند که این کار حتی می تواند از سیل جلوگیری کند. اما مقام های اندونزی مایلند که این روش را امتحان کنند. به پایان بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون.